عرض سلام ادب دارم خدمت دوستا و عزیزایی که ما را میبینن، اونایی که برنامه معنوی را خوش دارن، با قرآن سر کار دارن، با منقبت سر کار دارن، با روحانیت یا جامعه روحانیت سخنرانی سر کار دارن، این برنامه مباشر برای زو افراد است. اونایی که اگر با قابلی پلو سر کار دارن، با چبلی کباب، این برنامه ما را سعی نکنن، برن طرف دیگه. ما از روزی که آمدیم کارهای ما زیادتر کارهای فرهنگی بوده، کارهای بنیادی بوده، کارهای خیریه را کوشش کردیم برای تصویر امی پرده تلویزیونی که داریم برای مردم به نمایش بذاریم. امروز هم در قلعه فتلاس در وزیر آباد هستیم. حسینی قلعه فتلاس حسینی قلعه فتلاس خدمت حاجی آقای افشار، خداوند روی پدرشون شاد باشه، بشه بر شادی روی پدرشون، بازم یک صلوات. الله اکبر. حاجی محترم میکروفون به شما میتونم بدم، رشته سخن شما خودتون بگین که البته از قدامت از این مردم خبر دارن، امی زمان از بامدن حکومت امارات اسلامی، آیا برای مردم تشیع در اینجا کویدات وضع شده نشده؟ آیا مردم تشیع برنامه مذهبی فرنگی دینی خود میتونن مثل سالهای قبل اینجا برگزار کنن یا کدام ممانعتی هست؟ اگر شما در این زمینه کدام صحبت داشته باشین لطف کنین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسول الله محمد و آل محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. محضر شما عرض کنم که اولا خوش آمد میگم به شما عزیزان که زحمت کشیدید آمدید اینجا و بعد از سالها دوری از وطن سر به وطن زدید. این شرایط فعلی طبیعتا یک سلسله دلواپسی هایی رو ایجاد کرده، حرف هایی در سطح رسانه ها زده میشه، صحبت هایی میشه. خب ما در گذشته مذهب ما در قانون اساسی رسمیت داشت، در مسئله قضاوت و احوال شخصیه بنابر این بوده که احوال شخصی بر طبق مذهب جعفری صورت بپذیره، مسائل حکم شود بر طبق احوال شخصی. و در مکاتب هم در معارف مسئله فقه جعفری عنوان بشود. اینها بعد از آمدن طالب با یک سلسله دغدغه هایی رو ایجاد کردند، یا ذهنیت هایی بهتر است بگویم ایجاد شد، اما به حمد الله عملا چیزی دیده نشده. فعلا مراسم مذهبی ما مثل روال سابق ادامه داره. در مسئله احوال شخصی غالب اوقات قضات حاکم بر اینجا مسائل رو به خود روحانیت شیعه ارجاع میدن و نسبت به قیودات مذهبی هم اونچنان که در افواه گفته میشه و شایع هست، نه این چنین نیست. ما سینه زنی خودمون رو داریم، منقبت خانی ما رو داریم، در همینجا نماز جمعه داریم. برادرای ما از اهل سنت میان اینجا صحبت میکنن، رئیس شورای علمای اهل سنت که در همین منطقه شرق کابل هست آقای نقشبندی اینجا آمدن بارها و بارها. بله. مراودات بسیار خوبی داریم الحمدلله. شکر. خب منطقه شرق کابل مستحضر هستید که توائف مختلف مذهبی وجود داره اینجا. شیعه اثناعشری هست، اسماعیلیه هست، اهل سنت هست. خوشبختانه در اینجا یک انسجام و اتحادی هست که شاید بگم که در سطح کابل منحصر به فرده، نمیخوام بگم در سطح افغانستان، در سطح کابل منحصر به فرده. مناطق غرب کابل که هستند اونجا تا مردم یک دست هستند، پیرو مذهب جعفری هستند، چندول همینطور. اما مهم اینجا اینه که با تعدد مذاهب اینجا یک انسجام
و وحدت و هماهنگی بسیار خوبی حاکمه. در این نماز جمعه آقایان شاهد هستن، از خیرخانه میاین، از کارت پروان برادرای اهل سنت شرکت میکنن در اینجا، از میدان هوایی میاین و خیلی مراودات بسیار عالی و خوبه، بدون اینکه به تعصبات مذهبی دامن زده شود. این نماز جمعه حدود 20 سال هست، بلکه بیشتر از 20 سال در اینجا هست. حدود 5-6 هزار نفر جمعیت اینجا شرکت میکنن در نماز. همینجا این سالن اون سالن روی اولی پر میشه، طبقه بالا خانم ها هستن. نه تنها اینجا نماز جمعه هست که سه وقت نماز برگزار میشه، بین صلاتین احکام شرعی گفته میشه، در کنارش ما حوزه علمی خواهران رو داریم که همی الان حدود 100-100 و چند نفر طلبه مشغول تحصیل هستن، و در قسمت برادران تعداد زیادی از طلبه ها که از اینجا فارغ شدن الان نجف هستن، قم هستن، و به حمدالله یک فعالیت بسیار خوب در اینجا. معمولا کمک هایی که خیرین میکنن شاید میلیون ها و صدها میلیون افغانی کمک جنسی شده. من یادم میاد یک بار 60,000 یا 60 تن، حالا خیلی یادم نیست، ما همینجا آرد و اینجور چیزا توضیح کردیم که از خارج کشور بعضی از خیرین فرستاده بودن و کل منطقه رو بوجی های 50 کیلویی 1,000 یا 2,000 بوجی آرد ما توضیح کردیم. امی الان بیش از 150 خانوار فقیر از همین حسینه اعاشه میشن، اداره میشن اونها، و اینها نه تنها شیعه خود ما هستن که از برادران و خواهران اهل سنت هم اینجا میاین کمک دریافت میکنن، و نه تنها منحصر به شرق کابل که کسایی که میان کمک میگیرن، حتی از غرب کابل با اینکه اونجا نماینده های مراجع هم هستن زیادن، مازالک اونا از غرب کابل میان اینجا. به طلاب ما معمولا مساعده داریم، کمک داریم، کمک میکنیم. این وضعیت بسیار در عین حالی که مردم ما عمدتا مبتلا به فقر هستن، اما اینجا رو یک خانه امید خودشون میدانن، میاین ایام ماه مبارک رمضان اینجا تلاوت قرآن ترتیل هست، روزها منبر گذاشته شده، منبر میرن. چند 10-20 سال است که اینجا ماه رمضان بین صلاتین منبر میریم، و شبها شبهای قدر 19، 21 و 23 ماه رمضان اینجا تا صبح برنامه داریم، اطعام میشه. در طول سال خوب شد این نکته یادم آمد، در طول سال که ولادت هست یا شهادت هست، ما بلا استثناء ولادت ها شهادت ها رو تجلیل میکنیم و اطعام میکنیم در اینجا. خب معلومه که کسانی که اطعام میشن همش سرمایه دارها نیستن، فقرایی هستن که میان سر سفره اهل بیت و استمداد میکنن و اطعام میشن در اینجا. خب البته خیرین بزرگواری هم هستن که کمک میکنن، از جمله کسان همین آدمی که اینجا میبینید، آیسه صالح قندهاری کمک میکنه، اون برادر عزیز ما سابقا در سارنوالی بوده، الان خدمتگزار است اینجا. برادر عزیزمون شیرجان همینطور مسئول نظامی ما هست در اینجا. خب البته اینها فراش های ما کار میکنن، زحمت میکشن، و ما به حمدالله به زحمات آقایان اینجا رو تونستیم اداره کنیم. در اون دورانی که ترور و انتحار و اینها زیاد بود،
این حسینی چندین بار مورد تعرض قرار گرفت از دست توسط مزدورهای بیگانه، که یک بار حدود 40 نفر کشته و شهید و زخمی دادیم ما در اینجا. خب از خانواده های اینها سرپرستی کردن، خبر گرفتن، اینها توسط همین حسینی صورت گرفت. و البته ما باز هم چشم امیدمون به برادرانمون در خارج هست. امی الان حسینی بیش از 60 سال از ساختش میگذره، دیگه یه عمر خودش رو کرده، الان سقف این نیاز به پشت بام نیاز داره به تعمیر که آین پوشی عوض شوه، الان چکک میکنه به اصطلاح ما، آب ریزش داره مثل ناودان. خب این به کمک خیرین باید درست شوه. 30 سالی که ما نبودیم در اینجا در دوران مارکسیس ها و بعد از مارکسیس ها، یک میخ به در و دیوار این حسینی زده نشد. ما آمدیم در طول این مدت 3 بار این حسینی رنگ شد، پرده ها آویزان شد، ساختمان 3 طبقه رو اونجا ما درست کردیم در بغل که غسال خانه هست، نماز خانه هست. خدمت شما عرض کنم که یک جایی داریم برای هیئت عزاداری که جوانهای منطقه هر مناسبتی رو تجلیل میکنن، عزاداری دارن. 2 کانون داریم، کانون فرهنگی پسران و کانون فرهنگی دختران، که در کنار مجالس مردانه به هر مناسبتی خواهران در این زینبیه که حدود 2000 متر زمین هست و ساختمان داریم اونجا، مناسبت ها رو تجلیل میکنن. خانم هایی که از سواد محروم بودن اینها آموزش داده میشه، تا سواد اکابر میگن، چی میگن سواد بزرگ سالانی که بی سواد بودن اینجا تعلیم داده میشه، هم آموزش قرائت داده میشه، خواندن و نوشتن میشه، احکام شرعی براشون گفته میشه. الحمدلله این خدمات صورت گرفته، مردم در کوچه ها و پس کوچه ها، خانه های تنگ و تاریکشون جایی نداشتن که مرده ها رو غسل بدن، اینجا بهترین غسال خانه رو درست کردیم، تجهیز شده، آب گرم، آب سرد در زمستان، تابستان، کتابخانه‌ای که ما در سابق خدا رحمت کنه مرحوم حضرت آیت الله شهید شیخ محمد امین افشار رو که صدها جلد کتاب رو آورده بود، در اول انقلاب 4 تا شیطان آمدن کتابها رو دزدیدن، غارت کردن، بردن، دوباره اون کتابخانه تجهیز شد، الان بیش از 1000 جلد کتاب در اون کتابخانه هست که جوان ها می آین گاهی اونجا مطالعه میکنن، گاهی کتاب ها رو به صورت امانی میبرن. و خدمت شما عرض کنم ایام محرم، سفر، اینجا مجالس ما کاملا آزادانه برگزار میشه. حالا طبق فرمایش حضرت عالی من این گفته رو از جناب شما وام بگیرم و قرض بگیرم، برادران عزیزی که برای تبدیل آب و هوا میان ترکیه، میاین دبی، میاین جاهای دیگه میرن، خب مملکتشونه، بیان یک سر بزنن. اون همه تبلیغاتی که شده، خیلی هم شاید بیشترش تبلیغات باشه، مسئله رو آگراندیسمان کردن، بزرگ کردن. نه الحمدلله امنیت هست. بله زمان دولت فاسد اشرف غنی که خدا انشالله تمام نسل و ریششو و اعوان و انصارش رو گم کنه، که گم کرده، سرنگون شدن، سرنگون تر شدن، در این کوچه ها امنیت نبود، الان الحمدلله امنیت برقرار شده، میان میرن. و خدمت شما عرض کنم که ما امیدوار هستیم که انشالله این خدماتی که مؤمنین انجام میدن مثمر ثمر واقع بشه و این مردم ما از این حالتی که دارند به سوی صلاح و مصلحت بیشتر قدم بردارن. و عمده جهت اینه که برادران بزرگواری که اونجا هستن، من اون سالی که استرالیا بودم خدمت شما عرض کنم تعداد زیادی از مؤمنین اونجا بودن، سرگردان، نمیدونستن چه کار کنن چه نکنن. خب الحمدلله انسجاماتی اونجا ایجاد شد، کمک های از اون طرف میشه،
من لندن هم که بودم باز همینطور خیرین خیلی توجه داشتن، اما متاسفانه امروز این کمک ها کم شده. حالا بنا هم نیست که حتما به دست ما برسه، منتها یکی از مراکزی که به داد مردم خوب میرسه، به شهادت مردم، همین مرکز علمی و فرهنگی در این منطقه شرق کابل هست و گذشته از این امام جماعت اینجا، یعنی شخص خود حقیر در شورای علما که هستیم، تصمیمات خیلی خوبی گرفته میشه نسبت به بعضی انحرافات یا خدمت شما عرض کنم تندروی هایی که میشه از اون منطقه کنترل میشه با معیت سایر علما و بزرگواران. نه الحمدلله شرایط بسیار خوبی هست که امیدواریم انشاءالله این نعمت ها رو خدا بر ما زوال نیاره. تشکر جوی محترم، شما دمی صحبت ها سخرانی تمام سوال های ما رو پاسخ دادین. اوزی علمی همیجه هست، نماز جمعه همیجه هست، ما مبارک بسا رمضان برنامه دارین، در عاشورا برنامه دارین. دوست عزیز، این بود صحبت هایی که با جای افشار داشتیم. دی خداوند وجود شما را و سایر روحانیون که در این منطقه و در خود افغانستان خدمت میکنن، در کنار مردم بودن، فرپا و فرار نگذاشتن، قرار باشه که تمام جامعه روحانیت، اساتید بزرگوار، چی دکترا باشه، چی مهندسین، چی انجینران، هر کدوم فرار کنن، پس کشور توسط کی آباد شوند. یعنی واقعا که من خوشحال هستم که شما در کنار مردمتون هستین، با مردمتون هستین. میفهمم که مشکلات بسیار بزرگ امروز دامنگیر نه تنها این بخش افغانستان که کابل، که در تمام افغانستان دامنگیر اقتصادی سخت شده، مردم بیکار هستن. دعا کنید که خداوند این مشکلات رو رفع شود، که تا یک افغانستان آزاد، آباد و یک افغانستان سربلند که مردمی که در خارج هستن اونا با تاغوش باز، با پشانی باز بیان در کشورشون، نگه برای همیش نمیتونن برای دو هفته، در روز، بیست روز بیان خانواده ها، قارب خشوانده خود بیرن، اما خاطرات زندگی قبلا داشتم. من خاطرات بسیار زیاد از وزیرآباد دارم، از این شهر کابل دارم. هر جایی که میرم جاهای دیگه که کدام قسمت کابل است ببینید که ماشاءالله این بلند منزلا جور شده. جاها شاید به خاطر داشت وزیرآباد می پایکوبای نسوار بود، از این پای زمامون که تیر میشه یک پایکوب نسوار بود. وقتی که رد میشدیم فقط پوز خودم دماغ رو میبسد. اونجا می ترم سر خودت خوشحال شدیم. تشکر از دوست شما، یک جان تشکر. اگه بازم کدام صحبت در آخر دارین، یک دعا کنین که خداوند دیگه کل ما شما را یک ابو توانمندی رو بتونه که تا بتونیم دست یک خواهر بیوی خدا، یک برادر ناتوان خدا بگیریم، که دمون را ما را خداوند توفیق بیشتر بتونه. شما دیگه بتونه خدای متعال خوش میشیم. درست هستم؟ به محمد و آل محمد عواقب و امور همه ما را ختم به خیر بگردان. دشمنان اسلام ما، قرآن ما، عقاید ما، اگر قابل هدایت نیستن ریشه‌کن بگردان. کسانی که به امنیت ما خیانت میکنن، خدا یا ریشه‌شون رو بکن. به محمد و آل محمد، به ملت شریف ما صبر و استقامت و تحمل و زندگی توأم با امنیت و آرامش عنایت بفرما. در ظهور ولیت امام زمان تعجیل بفرما. از شما عزیزان هم که زحمت کشیدین آمدین تشکر میکنم. خدا به شما هم توفیق بیشتر عنایت بکند که در اون ممالک غربی و غربت مصدر خدمات هستید، بیشتر مصدر خدمات قرار بگیرید انشاءالله. به محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. جان سپاس و جای محترم، خوش دیدیم که شما رو خداوند دیدیم.